وقتتون بخیر بینندگان گرامی، با ادامه پوشش خیزش سراسری با شما عزیزانیم. در این ویژه برنامه در خدمت جناب کاک عرفان رهنمون، کنشگر سیاسی هستیم تا به بررسی مسئله هویت و هویت ملی، به ویژه هویت ملی ملت کرد و طبیعتا نقش جمهوری کردستان و پیشوا قاضی محمد در برجسته کردن و تعریف هویت کردی که طبیعتا هممون در موردش بسیاری میدونیم و تا امروز هم این هویت ملی طبیعتا اومده با فاکتورهای خاص خودش. جناب رهنمون خیلی خوش آمدید. درود بر شما و همه بینندگان گرامی. سوال اول این که هویت ملی را شما چطور تعریف میکنی برای ما؟ هویت ملی به عنوان بخشی از یک کل بزرگتر که اونم فرهنگ هست، یک مقوله و یک مفهوم برساخته است، یعنی جزئی از ذات انسان نیست بلکه جزئی از ماهیت انسان است، یعنی یک مقوله ماهوی هست، یعنی انسان به عنوان انسان، انسان به ما هو انسان که در فلسفه میگن دارای فرهنگ نیست و دارای هویت ملی هم نیست و این مفهوم یک مفهوم برساخته است، ولی این برساخته بودن به معنی جعلی بودن نیست، همچنان که کمونیستا یا برخی از کمونیستا مسئله فرهنگ و هویت ملی رو یک مسئله جعلی میدونن که رابطه این همانی با انسان نداره، این واقعیت نداره، هرچند جزء ذات انسان نیست اما انسان در پروسه اجتماعی شدن، همچنان که افلاطون میگه انسان یک حیوان اجتماعی است یا ارسطو میگه انسان یک حیوان سیاسی است، انسان در پروسه اجتماعی شدن دارای ویژگی های خاصی می شود، یعنی ویژگی هایی در طول زمان به وجود میان و این ویژگی ها صیقل می خورند و میشن یک هویت مشترک برای مردمان خاصی. مثلا به عنوان مثال واژه پیشمرد مثلا جزئی از هویت ملی هست، هرچند که خدمت زیاد طولانی هم نداره. در طول این سالها مثلا از 77 سال که این واژه به وجود اومده، این واژه صیقل خورده و به هویت مشترک مردم کرد در همه بخش‌های کردستان تبدیل شده، یعنی در واقع خواستا و اهداف یک ملتی در ویژگی‌های خاصی متبلور می‌شود و همه انسان‌های اون ملت اون ویژگی‌ها رو هویت خودشون میدونن، شناسنامه خودشون میدونن. اگه به ملت کرد برسیم دارای هویت فرهنگی است و این هویت فرهنگی بخشای متعددی داره، یکیش تاریخ کرد هست، شخصیت‌های تاریخی و اسطوره‌ای کرد هست، یکی افسانه‌های کردی هست، یکی موسیقی کردی هست، لباس کردی هست، نرم‌ها و عادات و سننی هست که در کردستان مورد پذیرش هست، پرچم کردستان هست و همچنین آیین مترا و مذهب یارسان، یعنی مذهب هم میتونه جزء هویت ملی کرد حساب بشه چون از ریشش در خود کردستان است، از خارج وارد کردستان نشده و این هویت ملی در مبارزات سیاسی نقش خیلی مهمی رو میتونن ایفا بکنن. حالا اهمیت این هویت ملی برای ملل و به ویژه ملل تحت ستم و ملت کرد چیه؟ هر مبارزه رهایی بخشی و هر مبارزه ضد استعماری برای اینکه بتواند به پیش برود و برای اینکه بتواند انسجام ملی رو در میان اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی به وجود بیارد نیازمند متکی شدن بر هویت ملی است، چون هویت ملی همچنان که گفتم در طول هزاران سال به وجود آمده، صیقل خورده و مردم اون هویت رو جزی از خودشون میدونن، اون ویژگی ها رو هویت خودشون میدونن. اگر یه حزب سیاسی، یه جنبش سیاسی بر این هویت ملی تأکید بکنه و در مبارزاتش از آن استفاده بکنه، امکان پیروزیش خیلی زیاد است و میتونیم بگیم 100% است.
ولی اگر ملتی از هویت ملی خودش استفاده نکنه و اونو رد بکنه، امکان رسیدن به رهایی تقریبا میشه گفت صفر هست. و به این خاطر هویت ملی خیلی مهم است. قبل از اینکه کلونیالیسم ایرانی و دشمنان ملت کرد خود کرد رو مورد حمله قرار بدن، هویت ملی کرد رو مورد حمله قرار میدن. مثلا لباس کردی رو مورد تمسخر قرار میدن، مثلا به پیشمرگ مثلا کلمه تروریست میگن. اینا کاملا، این مسائل کاملا آمدانه است. یا اسطوره ها و تاریخ و قهرمانان ملی کرد رو میدزدن، مثلا تمدن ماد، میخوان تمدن مادو و مثلا ساسانی ها رو، هوری ها رو، کاسی ها رو، اینا رو از تو بگیرن، تو رو خالی بکنن، این ملت رو خالی بکنن از هر گونه هویتی. وقتی ملتی بی هویت شد دیگه اون ملت امکان به انرژی اون رو نداره که مبارزه بکنه و این مرحله رهایی ملی رو طی بکنه. برای طی کردن مرحله رهایی ملی در تمام جهان و همه ملت هایی که به آزادی رسیدن، این هویت ملی نقش خیلی قاطع و نقش خیلی پررنگی داشته. درسته. خب همچنان که اشاره کردید، هویت ملی خیلی با اهمیت و مهمه برای موجودیت و ماندگاری ملتی. طبیعتا ملت کردم همچنان استوار و طبیعتا مبارزه میکنه برای هویت و طبیعتا حقوق ملیش. برگردیم به زمان تأسیس جمهوری کردستان و نقش پیشوا قاضی محمد در طبیعتا تشکل، ایجاد تشکل در کردستان و طبیعتا کار کردن برای برجسته کردن فاکتورهای هویت ملی کردها در آن زمان. نقش پیشوا قاضی محمد رو شما چطور دیدی در این پروسه و طبیعتا بعدش هم جمهوری کردستان؟ خود پیشوا قاضی محمد بعد از جمهوری کردستان تبدیل به یکی از المانهای هویت ملی شده است. خود قاضی محمد علی هویت ملی است، یعنی بخشی از هویت ملی کرد است، نه تنها در شرق کردستان، در همه کردستان. و میتونیم بگیم تنها شخصیتی است در تمام بخشهای کردستان که مورد احترام همه مردم هست. یعنی اکثریت قاطع مردم کردستان پیشوا قاضی محمد رو یک رهبر دلسوز، فداکار و برهمن میدونن. و قاضی محمد یکی از، البته قاضی محمد ویژگی خیلی خاصی داره که در این برنامه شاید نگنجه همه رو بحث بکنیم. قاضی محمد در یه آدم خیلی باسوادی بوده که در زمان خودش من به اطمینان میتوانم بگویم که باسوادترین آدمی بوده حداقل در خاورمیانه و در جهانم شخصیت کاملا بی‌نظیری است. بر فلسفه، الهیات مسیحی یهودی و اسلام کاملا مسلط بوده، بر ادبیات فارسی و کردی و عربی و ترکی کاملا مسلط بوده، چندین زبان بلد بوده از جمله روسی، فرانسوی، انگلیسی، ترکی، عربی، فارسی و کردی. این از لحاظ سواد. و خودش هم یک حقوقدان بوده، یعنی کاملا بر حقوق واقف بوده است. و چیز دیگر مهمی که از قاضی محمد، از ویژگی های خاص قاضی محمد است، این است که این هویت ملی رو خیلی خیلی خوب شناخته و ملت کرد رو خیلی خوب شناخته. یعنی این آدم در مدت خیلی کوتاهی از تشکیل جمعیت ژکاف که بعدم خودش عضوش میشه و میشه رهبر جمعیت ژکاف، بعد از مدت کوتاهی حزب دموکرات کردستان رو بنیانگذاری میکنه، بعد از یه مدت کوتاهتری جمهوری کردستان رو بنیانگذاری میکنه. و در همه این پروسه ها قاضی محمد به هویت ملی توجه ویژه‌ای داشته و تونسته در جامعه آن زمان کردستان که جامعه بی سوادی هم بوده، یعنی بی سوادی خیلی بالا بوده در اون زمان و بورژوازی ملی هنوز به وجود نیامده در کردستان، به خصوص در شهر مآباد، و مردم کرد تقسیم شدن بین طوایف
و عشیره های مختلف، قاضی محمد با توجه به این هویت ملی میاد یک هارمونی رو در جامعه کردستان تشکیل میده و یک جمهوری رو بر اساس هویت ملی کرد بنیانگذاری میکنه. این هارمونی خیلی مهم است برای کسایی که ادعای رهبری سیاسی رو دارن. باید به یک چشم به جامعه نگاه بکنن و بتونن تمام تنوعات جامعه رو زیر یک چتر بیارن که قاضی محمد در زمان خیلی کوتاهی تونست این کار رو انجام بده و این خرد قاضی محمد رو نشون میده. قاضی محمد خصوصیات بارز زیادی داره و یکی از خصوصیات ویژه پیشوا قاضی محمد این است که یک رهبر دانا و حکیم بود، که میدونیم که فرق زیادی بین دانایی و کسی که صاحب دانش هست وجود دارد. هر انسان دانایی صاحب اندیشه و دانش هست، ولی هر انسانی که دارای دانش هست دارای دانایی نیست. و از این لحاظ میتونیم بگیم که میتونیم با گاندی مقایسه بکنیم، چون گاندی از یک روش نامعمول تونست که مرحله استقلال هندوستان رو طی بکنه و قاضی محمد هم میتونیم بگیم از یک راه دیگری رفته، که میتونیم ساعتها در این مورد بحث بکنیم که این انسان توانست در مدت خیلی کوتاهی این جامعه رو منسجم بکنه و انسجام و تعادل و هارمونی بین آحاد ملت کرد در آن زمان به وجود بیاره. کار رهبران بزرگ در واقع درست کردن اون هارمونی هست، رهبران ملی به خصوص، چون در مبارزه ملی طبقات اجتماعی و قشرهای اجتماعی گوناگونی و میتونه مذاهب گوناگونی هم در اون حرکت ملی وجود داشته باشه. وقتی که کسی که ادعای رهبری ملی رو میکنه باید بتواند یک توازن و یک هارمونی رو به وجود بیاره، که این یک کار حکیمانه است و یک کار میتونیم بگیم مثلا هنرمندانه است، چون هنر خودش یعنی ایجاد هارمونی، یعنی هیچ اثر هنری وجود نداره که در اون هارمونی نباشه. از همه بخش‌های هنر مثل معماری، مجسمه‌سازی، نقاشی، موسیقی، همش هارمونی توش هست و این هارمونی یک جنبه زیبایی شناختی داره و یک کاربرد اجتماعی داره و قاضی محمد توانست که این هارمونی رو ایجاد بکنه و در واقع هویت ملی کرد در جمهوری کردستان تجسم عینی پیدا کرده. و قاضی محمد با تکیه بر هویت ملی، هویت ملی کرد رو در جمهوری کردستان متجسم کرد، یعنی بخش بیرونی به اون داد، در حالی که در اون زمان خیلی ها در ایران یا روشنفکران یا بعضی از رهبران سیاسی تحت تأثیر کمونیسم قرار گرفته بودند. ولی قاضی محمد با اینکه کمونیسم رو میشناخت و به زبان روسی هم میتونست که مطالعه بکنه، ولی میبینیم که در گفته‌هاش و در کارهایی که در جمهوری کردستان انجام داده هیچ رگه ای از کمونیسم در افکار و بینش پیشوا قاضی محمد وجود نداره. به این خاطر من پیشوا قاضی محمد رو یک رهبر استثنایی و یک رهبر دانا میدونم که از اون زمان تا حالا من هیچ شخصیتی رو سراغ ندارم که این جامعه و شرایطی رو داشته باشه، یک کلیتی، یک شرایطی داشته باشه برای رهبری جامعه و بتواند که این تعادل و توازن اجتماعی و ملی رو در جامعه کردستان به وجود بیاره. خب پایه های اساسی اون هویت ملی که جناب پیشوا قاضی محمد بنیانگذاری کرد و روش طبیعتا مسائل ملی و خواسته های ملت کرد و واقعیت ها و ویژگی های ملت کرد رو برجسته کرد رو شما میتونید برامون برشمارید، و آیا این فاکتورها و این پایه ها همچنان پابرجا هستند در امروز؟
اون پایه های هویت ملی که قاضی محمد در جمهوری کردستان بنیان نهاد، یکی از مهمترینشون مسئله زبان هست که خیلی کوشش شده توی جمهوری کردستان که این زبان کردی گسترش پیدا بکنه، یعنی اهمیت دادن به مسئله زبان که نقش حیاتی در ملت سازی داره. یعنی در واقع قاضی محمد همه کارهایی کرده در راستای ملت سازی بود، یه ملت سازی مدرن با توجه به هویت ملی. میبینیم که تئاتر در جمهوری کردستان گسترش پیدا میکنه، یعنی اهمیت ویژه به فرهنگ و زبان داده شده و همچنین مسئله زن رو مورد توجه قرار داده. البته این مسئله زن، اینکه توجه کردن به زن یا اینکه زن حقوقی داره و نقش اجتماعی داره، چیز جدیدی در میان ما ملت کرد نیست، یعنی یه سابقه تاریخی داره، ولی از فرمهای نوین هم استفاده کرده، یعنی فرم آورده و محتوای کاملا کردی رو در داخل اون فرم قرار داده و میبینیم که اتحادیه زنان دموکرات کردستان رو بنیانگذاری میکنه. و مسئله مهمتر از همه مسئله حاکمیت سیاسی و سروری سیاسی هست که قاضی محمد خیلی روی آن کار کرده و متاسفانه در این روزا من چند انسان رو دیدم که میگفتم کردم بودن، متاسفانه میگفتم که جمهوری کردستان یک جمهوری مستقل نبوده بلکه یک خودمختاری بوده در چارچوب ایران. یعنی مثل این که ایرانی ها میگن به این حرف مرغ بریان میخنده، به این حرف، یعنی مرغی که پخته شده به این حرف میخنده. چطور میشه در یک سیستم پادشاهی یک جمهوری ملی سکولار دموکرات ساخت؟ چطوری میشه چنین چیزی؟ یعنی این حرف واقعا حرف مضحک و باطلی هست و سروری سیاسی و حاکمیت سیاسی چیزی هست، المانتی هست که از زمان مشخصا از زمان کیاکسار تا حالا برای مردم کرد مطرح بوده و اتفاقا سروری، یعنی مفهوم و مقوله سروری جزئی از هویت ملی کرد هست که قاضی محمد روی این کار کرده، پرچم کردستان رو به اهتزاز درآورده، یک جمهوری ساخته و همه اینها و رابطه خارجی تأسیس کرده با سوویت برای مثال، و همه این ویژگی هایی که یک سروری و یک حاکمیت ملی و سیاسی داره در جمهوری کردستان وجود داشته، ولی متاسفانه گفتمانی که حالا در بین برخی از اعضاب کرد وجود داره، این گفتمان یک گفتمان ملی نیست، یعنی سمت و سوش به سوی سروری ملی نیست. هرچند در اساسنامه خود از حق تعیین سرنوشت هر زده شده، ولی در عمل و در کلامهای دیگر مثل که این حق تعیین سرنوشت برای یه بترین هست، ولی وقتی حرف میزنن در مورد ائتلاف حرف میزنن یا با اپوزیسیون ایرانی حرف میزنن، حقوقی رو برای کرد قائلن کمتر از سرخپوستان کانادا و آمریکا، و این واقعا مورد نقد مردم کرد، روشنفکران کرد، فعالین سیاسی و فرهنگی کردستان هست. خواست ملی چیه که امروز هم ملت کرد خواهان اونه که تحقق یابه در کردستان؟ خواست ملی کرد مشخص است. خواست ملی کرد حاکمیت سیاسی و سروری سیاسی کردستان هست. این سروری حتی میشه در فدرالیزم به نوعی گنجانده بشه، سه تا فرم داره، یکی خودمختاریه که فدرالیزم، یکی استقلال کامله، ولی متاسفانه بعضی این احزاب که فدرالیزم رو در برنامه خودشون گنجوندن، وقتی میرن ائتلاف میکنن و حرف میزنن اون فدرالیزم هم رعایت نمیکنن، یعنی پرنسیپای حزب خودشون رو رعایت نمیکنن. و از همه مهمتر اینه که وقتی جمهوری اسلامی سقوط کرد باید یک رفراندوم برگزار بشه، یعنی رفراندوم حق تعیین سرنوشت. ملت کرد استقلال میخواد، خودمختاری میخواد، یا
فدرالیزم میخواد. چرا این باید برگزار بشه؟ البته همه احزاب کردی حق تعیین سرنوشت رو به رسمیت شناختن، چون حق تعیین سرنوشت یک حق طبیعی هست. من گفتم که هویت ملی یک مسئله ماهوی هست، یعنی انسان به ما هو انسان هویت ملی نداره، بلی انسان به ما هو انسان چی داره؟ حق تعیین سرنوشت داره. انسان به ما هو انسان حق تعیین سرنوشت داره. این حرف من نیست، این حرف فلاسفه خیلی بزرگیه، یعنی میتونیم بگم همه فیلسوفان بزرگ جهان هست. یعنی این حق سرنوشت اصلا پایه دموکراسیه. از دموکراسی حرف میزنن ولی از حق تعیین سرنوشت حرف نمیزنن. حق تعیین سرنوشت مثل بناهای یک ساختمان است و دموکراسی آجرها و درها و پنجرهای این ساختمان است. اصلا خود دموکراسی بر مبنای حق تعیین سرنوشت بنیان گذاری شده. به این خاطر این یک حق انسانی هست، اصلا حق ملی هم نیست، این یک حق انسانی هست. یعنی هر انسانی این حق داره. وقتی هر انسانی حق داره که سرنوشت خودش رو تعیین بکنه، آزاد باشه در انتخاب، یه ملت هم، یه گروه اجتماعی هم اون حق رو داره. و گفتمان سیاسی کرد باید روی این مسئله حق تعیین سرنوشت متمرکز بشه و قاضی محمد دقیقا اون کار رو انجام داد که حق تعیین سرنوشت ملت کرد رو در قالب یک جمهوری دموکراتیک ملی کردستان بنیان گذاری کرد. خیلی ممنون از حضورتون جناب رهنمون. با تشکر از شما. بینندگان گرامی، به پایان این بخش پوشش ویژه رسیدیم و خدا نگهدارتون.